سیاوش هر گویی که از این جامعه گذرد خاطرات تلخی را به یاد می آورد. شش ماه قبل از بالای این بنا او هم پاره بر روی پایهایش افتاده او را مجروح کرد. من از همون بنا برآمدم و این راه را عبور کردم. این من اینجا مسافه کلان است، از موقع بی خطر گذشتم و همین طریق می خواستم من برای اساسی ماشین در برام که انا مخصوصا در همین جای حادثه رخ داد. این بنا مربوط شرکت ساختمانی یاقوت 2000 است. تلاش های سیاوش اکبرشایف 25 ساله برای جبران ضرر تا حال به نتیجه باقی مانده است. مبلغ را دادم، مبلغ ناچیزی که فقط برای همون تبابت من صرف می شد، ولی برای آینده من بعد من که زیر سوال است، ولی یگان مبلغ برای من نداد. دادستان نویه شامنصور شهر دوشنبه بر اساس شکایت او نسبت یک مهندس شرکت ساختمانی یاقوت 2000 پرونده باز کرده است. خودی سیاوش میگوید مجازات مهندس از روی عدالت نیست و باید رهبریت شرکت به این کار پاسخگو باشد. فطرت ما نیز برای ما امکان نمیدهد. ما کسی را پس پنجره بکشیم و او را از قوت لایموتش محروم سازیم. و دوم این که به محکمه رفتن مهندس برای من یگان فایده نخواهد آورد و یگانه غرض و دعوای من با نام شرکت، با شرکت یاقوت 2000، با شرکت ساختمانی است. ولی مسئولان شرکت گفتند به سیاوش در چند حالت برای تبابتش مبلغ دادند و طلبی از این بیشترش چندان درست نیست. وقتی همین تعمیر همین کرن بردار با ما همینجا لنتوی من خیلی آگاه کننده میکشیم در وقت تعمیر. ما در ماشین را نمیمونیم گذاشتن نه که باید همون لنت را عبور کرد گذاشتن. به هر حال ما همچون انسان همچون فرزند خود تا به همین روزا ما یاری اولیت تیبی کردیم. بعضی حقوق شناسان میگویند بر اساس قانونگذاری تاجیکستان سیاوش حق دارد طلبی بیشتر جبران ضرر را کند و برای این تا آخر پافشاری نماید. حالت هایی که رعایه به خطری ساختمان از طرف ساختمانچیان رعایه نمی شود باید که به طریق سودی مراجعه کنند برای جبران نمودن ضرر مادی معنوی. اگر ضرر جسمانی دیگه باشند موافق ضرر دیگه شون نفقه اجتماعی تامین میکنند تا آخر عمرشون. سیاوش اکبرشایف ساکن نویای روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پی جستجوی کار بود ولی حالا پس از این حادثه همان نقشه هایش به هم زد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران و شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. بنا به اطلاع رسمی تنها در سال گذشته 31 حادثه ناخوش را در محل ساختمانی ثبت کردند. در این حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. مقامات سر زدن چنین حادثه های ناخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط می‌دهند. اما نزدیکان جبردیده ها به این نظرند که اصلا بی‌توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم‌پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به رخ دادن این گونه حادثه ها می‌شود.